سلام، من مسیح علی نژاد هستم. اینم 164مین برنامه تبلته که ما تصمیم گرفتیم آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو با واژه آپارتاید آشنا کنیم. تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود در اسرائیل ناقض موازین بین المللی و مصداق بارز آپارتاید است. البته حسن روحانی انگلیسیش حرف نداره، خارج درس بخونسته، ولی جاست این کیس میخواییم آپارتاید رو براشون معنی کنیم. در سال 1950 میلادی آپارتاید در آفریقای جنوبی رسما آغاز شد. یعنی همه شهروندان باید میرفتن تو فرمهای ثبت نامشون اعلام میکردن که نژادشون چیه. چرا؟ چون به این ترتیب به صورت قانونی و سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگرفتن و هر کسی هم اعتراض میکرد میتونستن بگن قانون قانونه دیگه. پس حرف مفت نزنید اگه مورد تبعیض قرار گرفتید. همین که هست دیگه. در جمهوری اسلامی ایران هم دقیقاً در تمامی فرم‌ها، اهم از فرم ورود به مدرسه، فرم ثبت نام در دانشگاه، فرم‌های استخدامی و ثبت نام برای مجلس و دولت و شورای شهر و هر صندلی دیگه‌ای باید بنویسی مذهب چیه؟ شیعه هستی یا سنی؟ مسلمانی یا کافر؟ بهایی وقت نباشی؟ بیدین؟ اصلاً. خلاصه بر اساس آنچه شما در فرم‌های ثبت نام از مذهبتون می‌نویسید براتون تعیین می‌کنن که در ایران آیا حق تحصیل، کار گرفتن، پست‌های مدیریتی رو دارید یا نه. به این ترتیب اگه بگید به خاطر مذهبتون از تحصیل محروم شدید، خب هستن کسایی که بگن قانون قانونه، همینی که هست. این همینی که هست اسمش آپارتاید است. من 4 سال پیش مقطع دبیرستان در آزمون تیسوشان قبول شدم، ولی وقتی برای ثبت نام به مدرسه تیسوشان مراجعه کردم با تبعیض مواجه شدم و از ثبت نام من جلوگیری کردن. اگه این جرم نیست پس چیه؟ چرا من بهایی باید با این تبعیض ها مواجه بشم؟ رژیم آپارتاید سال 1950 تو آفریقای جنوبی شروع کردن به جدایی مردم به واسطه رنگشون، حتی اگه با هم فامیل بودن. یعنی چی؟ کاری که جمهوری اسلامی از همون آغاز شکلگیری انجام داد، جدا کردن مردم به واسطه جنسیتشون حتی اگر فامیل باشن. یعنی دقیقاً چیزی که تو آپارتاید آفریقای جنوبی صورت گرفت. تو اتوبوس‌ها، استادیوم‌ها، کنار دریا زن و مرد نمیتونن کنار هم باشن حتی اگه فامیل باشن. تو مدارس از همون 7 سالگی دخترها جدا، پسرها جدا، و این شد آغاز آپارتاید جنسیتی در ایران. و زن به صورت قانونی ارزشش شد چی؟ اندازه بیزه چپ یک مرد. برای سفر کردن، تحصیل کردن، گرفتن پاسپورت، گرفتن شغل باید بر اساس قانون از مرد اجازه بگیرید. آپارتاید جنسیتی مشمول حال تمام زنان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، بیدین، بادین، کافر، یعنی همه زنان مشمول حالشون میشه همین آپارتاید اسلامی. فرقی نداره دین و مذهب زن، هر چی که باشه، فقط با پوشیدن لباس اسلامیه که آدم محسوب میشه. تازه اون موقع هم نصف آدم حساب میشه. آخوری چشمم آزاد بشه. خب آزاد باشه، چشمت به من چه کار کنه؟ این همه طبیعت رو به بچه چشمت منو میبینه. چشمم افتاد به شما. خب نه، روتو بکن اون ور. رو بکن. آره روتو بکن. داری حق منو میگیری. حق شما رو میگیرم. در سال 1955 تو آفریقای جنوبی ازدواج بین سیاه پوستان و سفید پوستان ممنوع شد. این آپارتاید عجب جنس نجسیه. بهایی نجسه. طبق فتوای همه فقها ها بهایی ها نجسن. باشون میشه ازدواج کرد؟ ازدواج نمیشه کرد. نخیر نخیر. کافر است. بهایی کافر طبق فتوای همه فقها بلا استثناء. واقعا حالا جمهوری اسلامی ایران چجوری ماجرای ازدواج رو آپارتایدی کرده توی ایران؟ اینطوری اگه مسلمون باشی به هیچ وجه نمیتونی با یک غیر مسلمون ازدواج کنی. خب لابد میگید حل منصبتو عوض کنی. خیر، جمهوری آپارتاید اسلامی ایران فکر اینجاش رو هم کرده. از اسلام خارج بشی مرتدی و حکم مرتد اعدام. پس چاره چیه؟ اونی که عاشقت شده رو ختم می‌کنی. جمهوری اسلامی خیلی فراتر از آفریقای جنوبی آپارتاید رو اجرا می‌کنه. یعنی بعد از مرگ هم رهات نمی‌کنه. قبرستان‌ها بر اساس مذهب باید جدا باشه. برید یک قبرستون پیدا بکنید که مسلمان و یهودی و مسیحی و بیدین و بادین با احترام کنار هم دفن شده باشن. پیدا نمی‌کنید. الان پدر بزرگم که 4 روز فوت کرده، آقای عباس خلوصی، ولی به خاطر دینشون، به خاطر بهایی بودن، نذاشتن که کرمان دفن بشن و مکانی رو به ما ندادن برای دفنشون و ما هم مجبور شدیم که جسد رو منتقل کنیم به رفسنجان. سال 1961 با تمام این قوانین تبعیض آمیز آفریقای جنوبی یه لقب ریپابلیک رو هم اضافه کرد به اوله اسمش، برای اینکه بگن ما خیلی هم جمهوری خواهیم و اصلا تبعیض مبعیض و نجات پرستی تو بساطمون نیست. دقیقاً کاری که 40 سال پیش در ایران اتفاق افتاد. تمام قوانین واپسگرا رفت
زیر بیرق جمهوری و به دنیا پوز دادن ما کجامون آپارتایده، ما کجامون شبیه دیکتاتوره، ما خود جمهوری هستیم. حالا سال 1962 در آفریقای جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ حمله کردن به منتقدان معترضان این جمهوری آپارتایدی و نلسون ماندلا رو انداختن زندان. ما هم دهه 60 معروف خودمون تو جمهوری آپارتاید اسلامی رو داریم. کلن به هیچ کسی هم رحم نکردن، از کردها که گروهی تیرباران شدن تا فعالان سیاسی که در زندان مشغول سپری کردن دوران حبسشون بودن ولی گروهی اعدام شدن، تا دختر 16 ساله و بقیه بهایی که اونها هم گروهی به دار آویخته شدن. این که را میداد میگه من بهاییم، اینو باید کشتش. حتی منتظری که بنیانگذار همین جمهوری اسلامی بود هم رفت توی حصر. حالا از اون به بعد که دیگه معترضان گروه گروه، حبس، حصر، تبعید نصیبشون شد. این اگه اسمش آپارتاید نیست، احتمالاً اسمش دموکراسی رأفت اسلامیه. من پروانه میلانی، برادرم رو که فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی بود، در ششم مهر سال 60 دستگیر کردن تو خونه نصف شب و هفتم آبان همون سال اعدامش کرد. سال 1964 نلسون ماندلا رو که تو زندان بود محکومش کردن به حبس ابد. در جمهوری اسلامی اما چون رأفت اسلامی داریم، نمیخوایم که مخالفان اسلام یا کسانی که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن تا ابد حبس بکشن، زجر بکشن. بنابراین خیلی سریع با جرثقیل از زمین بلندشون میکنن و به ملکوت اعلی هدایتشون میکنن. اندیشمند رو کشتید، یادم بسیار سلامت تو جامعه رو کشتید، یادم این که از آرزوی از خانواده بودی هم که فرزندی داشته باشه. نام رشید رانه و رحنا یادم با سواد. آفریقای جنوبی بعد از 30 سال قوانین آپارتایدی رو گذاشت کنار و افتاد روی غلتک. ما کجاییم؟ زیر غلتک با کلی قوانین تبعیض‌آمیز آپارتایدی در جمهوری اسلامی ایران. چون نلسون ماندلا وقتی علیه آپارتاید تو آفریقای جنوبی جنگید، از حبس ابد اومد بیرون، شد رئیس جمهور کشورش. ولی تو ایران اونایی که پای گذار آپارتاید جنسیتی و مذهبی بودن شدن رهبران ابدی توی کشور. قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای اونها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، بر اسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم. رفتار جمهوری اسلامی در حق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و کردها و بلوچها و سنیها و دگرباشها و ترنسها و افغانها و هر کسی که عقیده و مذهب و حتی ظاهرشون با این حکومت فرق داشته باشه، دقیقاً مستاق آپارتایده و شما زیر بیرق جمهوری قایمش کردید، مثل جمهوری آفریقای جنوبی. این مغازه که ملاحظه میکنید مال یک شهروند بهاییه که به دلیل بستن مغازش تو روز تعطیلی اعتقادی خودشون قلم شده. آقا چی بره واسه چی کمکشون نمیکنید؟ برای چی کمکشون نمیکنید؟ چون ترنسر هر چی هست باید ببینید اینجا بلوچستانه، این وضع زندگی مردم بلوچ ماست، اون از جادهشون، اینم از وضع زندگیشون، نه آب دارن، تو کپر دارن زندگی میکنن. سلام مسیح النجات عزیز، این ناخونای دوست منه که کاش کرده بود روز سوم مدرسه است. ناخوناشو کندن چون وقت آرش بهش ندادن، قرار بود شنبه بره اینا رو بکنه، گوش ندادن. مدیرم لطف کرده دونه دونه تمام ناخوناشو کنده، خونه خالیه.